راننده در وسط شهر خارکیف میان راکتباران گیر مانده. در نهایت از اینجا زنده بیرون می شود. اما آتش جنگ در خارکیف و شمار دیگر از شهرهای اوکراین همچنان داغ است و زندگی هزاران تن در خطر. اینجا در کیف پایتخت اوکراین هر از گاه صدای انفجار به گوش می رسد. سراسیمگی و ویرانی در بخشای زیاد شهر حاکم است. در این حمله نظامیان روسی بالای برج تلویزیون در شهر کیف به گفته مقام‌های اوکراینی حداقل 5 تن کشته شدند. اینجا در ایستگاه اصلی قطار شهر کیف اشک و اندوه حاکم است. اندوه جدایی خانواده‌ها از همدیگر. به اساس قانون نظامی که از سوی دولت اوکراین اعلان شد، مردان بین 18 تا 60 سال اجازه بیرون شدن از کشور را ندارند و باید برای جنگ آماده شوند. اما در این نقطه دیگر شهر کیف ده ها تن آمدند تا بر ضد تهاجم نیروهای روس سلاح بگیرند. امروز خیلی احساس خوب دارم. میدانید آنچه در کشورم اتفاق می افتد به من انگیزه می دهد. مردم ما خارق العاده هستند، زنان فوق العاده اند، کودکان ما سرود ملی می سرایند، سربازان ما نیز شجاعند. خیلی احساساتی هستیم. اینکه شانه به شانه هم ایستاده ایم اتفاق حس عجیبی دارد. بهایی که میپردازیم زیاد است، اما امیدوارم تعداد کمتر مردم کشته شوند، اما ارزش آن را دارد. این حس تنها به اوکراینی ها محدود نمی شود. خارجی هایی که مقیم اوکراینند نیز آمدند تا سلاح بردارند. مهم نیست که من اوکراینی نیستم، من ترک هستم. مهم این است که در این کشور زندگی میکنم. اینجا جای من است. کار و زندگیم اینجاست. در اوکراین زندگی میکنم. خیلی از دوستانم زنان با کودکانشان در زیر زمینی ها پنهانند. کودکان گریه میکنند. مادر کلان ها مریضند و مردم خسته اند. ده ها هزار مرد برای دفاع از اوکراین ثبت نام میکنند. مردان پیر، مردان جوان، مردان چاق، مردان لاغر همه از اوکراین دفاع میکنند. اکثرشان تجربه نظامی ندارند. از خواندن گزارش ها و تماشای آنچه روس ها در اوکراین انجام می دهند خستم. روسیه نباید اینجا می آمد. مادران در روسیه باید از خود بپرسند آیا واقعا می خواهند فرزندانشان در اوکراین کشته شوند؟ و اما لودمیلا بوخانسوفا، مادر در مسکو، تا زمانی که پسرش اسیر نیروهای اوکراینی شد نمی دانست که برای جنگ به اوکراین رفته. لودمیلا با دیدن این ویدیو در رسانه‌های اجتماعی از اسارت پسرش آگاه شد. لحظه‌ای که رومان بوخانسوف در اسارت نیروهای اوکراینی است. ویدیو را به من فرستادند و پرسیدند که آیا این رومان توست؟ من ویدیو را نشر کردم و گفتم به پسرم دعا کنید که زنده برگردد. تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد. به فرمان رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین که حمله بر اوکراین را اشغال نه، عملیات نظامی می‌خواند. ارقام دقیق از تلفات در این جنگ هنوز در دست نیست، اما منابع متعدد از کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در شهرهای مختلف اوکراین خبر دادند. وزیر خارجه آمریکا و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز گفتند که روسیه مراکز غیر نظامی از جمله شفاخانه‌ها و مکاتب را بمباران کرده، اما روسیه این را رد می‌کند.